هیئت نظامی دادگاه عالی روسیه سنه 23 ایول شکایت درخواستی شهروندی تاجیکستان ذکر الله خان رحمان خوجایف را که دو مرتبه در سال 2014 و 2018 طبق پرونده های جنایی بافته شده با ماده 282 قسم 2، ماده 30 قسم 1، ماده 278 قسم 1، ماده 222 و اینچنین ماده 255 قسم 2 محکوم شده است، دیده برآمد. دادگاه تصمیم گرفت که حکم نسبت شهروندی تاجیکستان به تغییر باقی گذاشته شود. پدر سه فرزند رحمان خوجایف سال 2012 در شهر مسکو از طرف کارمندان فیسبی با عیب اشتراک کردن در جماعت اسلامی سیاسی بین الخلقی حزب تحریر دستگیر شده. سپس در سال 2014 دادگاه شهروندی تاجیکستان را به مهلت 7 سال در کلونی نظامش سخت محکوم نمود. در سال 2018 نسبت رحمان خوجایف ادای جزا نموده استاده، کارمندان فیسب پرونده جنایی نوی بافته شده با ماده 255 قسم 2 کودکس جنایی فدراسیه روسیه ایلاوه نمودن. دادگاه به مهلت کهنه باز مهلت نورا ایلاوه کرده. همگی 14 سال و 6 ماه در کلونی نظامش مخصوص محکوم نمود. خبرنگاری خبرها با حمایتگری معروف شهری مسکو بهرام همرایف که در سود همچون حمایتگری رحمان خوجایف اشتراک کرده است با تماس برآمد. در درخواست خود ذکر الله طلب نمود که پرونده جنایی بسته شود و برای از نو دیده برآمدن ارسال گردد. این موقع سیاسی است. ذکر الله خیلی زنده دل می نمود. به تمام مسلمان ها سلام رسانید و مسلمانان را دعوت نمود که رسمانی الله را چنگ بزنند و استوار باشند. اینچنین ذکر الله از مسلمانان درخواست نمود که به حق او دعاگوی باشند. بگذار در حالت غزنین قرار داشته باشد هم او مسلمانان را در دعاهای خود ذکر می کند. ذکر الله رحمان خوجایف اظهار داشت که از مفتش و از سودکننده منظرت نخواست، زیرا او خود را بیگناه می حسابد. او باز گفت اگر بخواهید باز مهلت ایلاوه نماید، من نمی ترسم. سخنهای ذکر الله را بهرام همرایف می آورد. یادرس میکنیم که رحمان خوجایف از طرف اکثریت تشکیلات های حمایتگران حقوق از جمله تشکیلات حمایتگری حقوق مموریال محبوس سیاسی اعتراف گردیده است.